به نام خداوند بزرگ. سلام دوستان عزیز، امید که صحت مند و سر حال باشید. خوش آمدید به چنل یوتیوب تازه گزارش با گزارش جدید دیگر. کسانی که در چنل یوتیوب ما جدید هستند، لطف کنند چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنند، علامت زنگ را فعال کنند تا از گزارش های آینده ما نیز با خبر شوند. منتظر نظریات و پیشنهادات شما عزیزان می باشیم. چرا بانو آریانا سعید برای فامیل فرشته کوهستانی عرض تسلیت نگفته است؟ دیگر هنرمندان و هموطنان عزیز ما برای فامیل فرشته کوهستانی عرض تسلیت نمودند به جز آریانا سعید. در ادامه با گزارش بیشتر با تازه گزارش باشید. از آنجایی که همه ما می‌دانیم متأسفانه چندین روز از شهادت بانو فرشته کوهستانی می‌گذرد که همه افغانستان را داغ دیده کرد، خصوصاً بعد از آن که فرزندش گریه و زاری کرده و در بستر بیماری بستر است، همه هموطنان عزیز ما را جگرخون کرد. دیگر هنرمندان برای فامیل بانو فرشته کوهستانی عرض تسلیت نمودند، اما آریانا سعید حتی یک پست کوچکی هم در مورد فرشته کوهستانی ننوشته بود. دلیل آن این است که در گذشته ها دعوای کوچک لفظی بین بانو آریانا سعید و بانو فرشته کوهستانی صورت گرفته بود که بانو آریانا سعید در مورد حجاب چیزهای ناخوشایند گفته بود که در جواب آن فرشته کوهستانی همچنان برای بانو آریانا سعید چیزهای گفته بود. اما مرگ حق است برای هر انسان. آدم باید به دل خود کینه نداشته باشد. امروز این، فردا یکی دیگر. همه هموطنان عزیز ما، دیگر هنرمندان از جمله فرزانه ناز و غزال عنایت را همیشه مورد تمسخر قرار می‌دادند، اما این بار بانو غزال عنایت و بانو فرزانه ناز و دیگر هنرمندان برای فامیل فرشته کوهستانی بزرگی کردند و عرض تسلیت نمودند. اما اینجای شرم است که بانو آریانا سعید تا هنوز به دلش کینه دارد و عرض تسلیت ننموده است. غزال عنایت در صفحه اینستاگرام خود روزی که بانو فرشته کوهستانی ترور شد چنین نوشته بود: خبر تکان دهنده ای را شنیدم که نمیدانم حقیقت دارد یا خیر. امیدوار هستم که حقیقت نداشته باشد. آیا فعال حقوق زنان در افغانستان فرشته کوهستانی خدا نخواسته ترور گردیده است؟ آخر چه جریان دارد در این مملکت؟ از برای خدا تا کی میخواهند صدای حقیقت، آزادی و زن را خاموش کنند؟ بعد از این نوبت کیست؟ و از سوی دیگر فرزانه ناز نیز در صفحه اینستاگرام خود برای فرشته کوهستانی چنین نوشته بود: آرام بخواب خواهر گلم، فرشته ها جایش در این دیار درنده ها نیست. پیوستنت به دیگر فرشته ها و آسمانی شدنت بهتر از زیستنت در این جنگل وحشتناک است. از بس که عزیزان و نخبگان دیارم را در قتل های هدفمندانه از دست داده ام، اشک هایم خشکیده و من برایت اشک نمی ریزم، تنها برایت دعا می کنم. با دیگر فرشتگان دنیایی ابدی روحت شاد باد و جنت فردوس نصیبت باد. بله دوستان عزیز، این بود گزارش این روز ما برای شما. شما نیز نظرات خیش را در قسمت کامنت با ما شریک بسازید. و در اخیر گفته ها و حرف های بانو آریانا سعید و فرشته کوهستانی را که در مورد حجاب گفته بود و دعوای لفظی بینشان صورت گرفته بود را با هم میبینیم و میشنویم. تا گزارش دیگر، بدرود. که مفقم یک چادر بکنم از زیر چادر اف خرگنده بوی بتم شاور نتون نگیرم. و هفت خرگنده و چی رقم ما چون اف خرگنده را شنیده، یعنی اف خر که بوره گنده شو گوشتاش بوی بگیره. به خاطر که بسیاری کسا را ما دیدیم چادر نماز میپوشاده، اینجا پت است از زیر بوی از جانش میبره. وقتی که نرمالی تو یک اجابی رو میبینی دفتن تو فکر میکنی که البته دیگه پنج وقت نماز میخوانه باید چقدر پاک باشه به خاطر اجاب در سرش هست، در حالی که از او بوی میبره و اجاب صرف به خاطر مردم، که مردم مرا نگویه یا یک کس نگویه که مسلمان نیست او اجاب به خاطر از این میپوشن. نخواه می گب در این نیست، من این قسم میکردم ولی نماز میخوانم، وضو هم دارم، شاورم میگرم، مثل من میلیون ها نفر دیگه هم این رقم است. مربوط خود میشه و اگر نخانه ما مربوط ماست، ما را خدا جذابته. ما
من منتظر خداوند هستم که خدا وقتی که رفتم در دنیا او تصمیم بگیره من جزا بده برابر اعمال خود چیزی که در دنیا کردیم. ما بر شما دست. مورد اسلام در مورد حجاب، اگر توی حجاب مرا فکر میکنی که بدن ما بوی بد میده، نه خیر نیست. مشک دهن ما که اگر صبح بدن دانه خود را برس کنم از دهن کثیف تو که زیادتر و خوشبوتر هستن. چون من مسلمان هستم، سر به سجده میبونم، نماز میخوانم، خدا را یاد میکنم. مثل تو مانند تو نیست که تمام بدن خود برای مردم نشان بتام و مردم را جلب جذب کنم. یک کمی از خدا حراز داشته باش. بیشن و بیحیا کسایی که تو را حمایت میکنن اونا از تو بدتر بیحیا هستن، بیشرم هستن. کسایی هستن که میخواین که افغانستان و مسلمان بودن و بدنام بسازن. تو اصلا از افغانستان نیستی. من میشرم که تو را ببینیم از افغانستان هستی، یک زن افغان هستی. لعنت خدا و سرت، لعنت خدا را به سر فامیلت که تو را تشویق میکنه، لعنت خدا به سر کسایی که حامی تو هستن. و امروز آمدی حجاب ما را اهانت به حجاب ما میکنید. عزیزم اجاب کردن همت میخواه، شجاعت میخواه، غیرت میخواه، عزت میخواه که متاسفانه تو نه عزت داری، نه غیرت داری، نه شهامت داری. فضل خدا خداوند شرماندید و امی که برهنه ظاهر میشی در یک مملکت اسلامی با موهای باز، با بدن برهنه و با اون لباسی که تو میپوشی، شخصا خودم یک زن هستم میشرمم. با چی میشرمم؟ به یکی یک همجنس خدا میبینم اقدر حقیر است که در بین مردا ظاهر میشن و با در پرده های تلویزیون و میدیا با این رقص و آوازخانی بدن خودشو میکنه برای مردم. عزیزم برو اول کمی نزاکت رو یاد بگی، عزت و معنایش رو بفهم چی هست، حجاب رو بفهم. امیر خداوند لایق نیده تو را که تو اول یک حجاب داشته باشی. پس ببین فرق بین تو و یک زن مسلمان بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. چون خداوند لایق امی بدبختی و بیچارگی و بی عزتی تو را دیدن. زمانی که تو میخوای نام حجاب به زبان بیاری، باید 7 بار دهن کثیف تا بشویی تا نام حجاب ما را به زبان بگیری. ما 2 روز است میخوایم لایو این دوست عزیز، نتانستم چون کم مصروف بودم و حالم جای برای یک جلسه را من بودم، خواستم پیشتر از او لایو بیم و حداقل امی صدای خود را بلند کنم که توی امروز که اهانت میکنی یا لبخند یا یک شکل بسیار ریشخندی بالای اجاب ما میکنی که میگی که بدن ما بوی تعفن میده، بوی بد میده. عزیزم تو خودت گنده هستی، عزیزم تو خودت بدبخت هستی. کسایی که در فیسبوک در کامنتی که من برشان شیر کرده بودم من ویدیوشانم، از دوستای نزدیک من بودن که گفتن که شما زن ستیزی میکنی. نه خیر نی، زمانی که برای حجاب من کسی توهین کنه به مسلمان بودنم، اگر خواهر من باشم، مادر من باشم، علیش ایستادگی میکنم. چون حق مسلم ماست، چون مسلمان هستم باید از حجاب خود دفاع کنم. دوستای عزیز، آیا با این حجابی که ما ظاهر میشیم، با این حجابی که دختر خانمی که در افغانستان هستن، آیا ما بد هستیم؟ آیا این حجاب با نشان بد اخلاقی ما هستن که خانم آریانای رقاصه که شب روزش در رقاصه گری تیر میشه، شب روزش با شو کردن بدنش بر روی سجا تیر میشه، آمده به حجاب اسلامی ما توهین میکنم؟ اگر این آریانا سعید غیرت داره، همت داره، دوباره بیایم این حرف خود را تکرار کنه که بگه که مشخصا ایره بر دخترهای افغانستان، بر زنهای افغانستان گفتن، به خدا قسم میخورم با همی تنها بودن خود در مقابل از این رقاصه ایستاده میشم و به دانش یک مشت محکم میزنم که تا یادش باشه دیگه هیچ وقت بر حجاب اسلامی، بر زنهای با عزت افغانستان هیچ وقت توهین نکنم. تو یک افغان نیستی، تو کسی هستی که شب روز در خواستگری تیر میشه، تو کسی هستی که بدنت هم میفروشی، تن فروشی میکنی، از تن فروشی تو پول پیدا میکنی.